دست کم 5 نماد در 5 چوک شهر هرات از سوی شهرداری در ماهای اخیر ساخته شده است. نماهایی که از دید اداره شهرداری و مسکن معیاری نیستند. رئیس شهرسازی هرات می گوید که این نماها بدون در نظر گرفتن نیازمندی های اساسی از سوی شهرداری این ولایت و از طریق شرکت های سازنده ساخته شده است. شهرولی ایراد یک از پروژه که برای ما روان کردن و ما با او کاملا مخالف بودیم ایجاد چوک ها بود. اونا میخواستن 5 چوک در 5 موقعیت شهری ایجاد کنن. همونطوری که ما با ساختن چوک گل ها و دیگه چوک ها مخالف بودیم، با این چوک ها مخالفه. دلیل چی هست؟ دلیل تکنیکی بود. شما امسال دیدین که وقتی که بارش داخل شهر آمد تمام آب داخل چوک ها بود. شهرداری هرات اما ادعای اداره شهرسازی را رد میکند. مسئولان این نهاد میگویند که تمام برنامه‌های اجرایی از سوی شهرداری با هماهنگی و تایید اداره شهرسازی صورت گرفته است. موافقه نه تنها از شهرسازی، بلکه از آبادان تاریخی، از اطلاعات فرهنگ، کارشناس‌های ولایت، پوانتون در قسمت نمای گپازو گرفته شده. این که در بعض مسائلی که میگم که گفته نشده، من اونا رو نمیتونم بگم که اونا اشتباه میگم. ممکن چون در وقت شورای قبلی که بود، خب بعض سلیقه ها و گپا فرق میکرد. اینا نشستای داشتم، در من به صفت یک تسهیل کننده در این جلسات بودم، اما مطمئنا کتبی وجود نداشته که شهرسازی گویا موافقه نکرده و موافقه کرده یا شهرسازی ایراد او رد کرده باشه. انتقادها از غیر معیاری بودن نماهای ساخته شده در شماره از چوک‌های شهر هرات در این اواخر بیشتر شده است. نماهایی که با همکاری سکتور خصوصی در سالهای اخیر ساخته شدند. شهرداری هرات می‌گوید که هدف از راه اندازی این برنامه با کمک نهادهای خصوصی، سهم ساختن مردم و شرکت‌های مختلف تجارتی در امور شهری بوده است. ما چوک‌هایی که در سطح هرات در ساعت نوعی ایراد ساخته شده، دو تا از این خواهد اگه ما بگیم چوک گلاب و چوک مصطفیات سکتور خصوصی ساخته. بخاطر یکی از اهداف مهم سازنده شهرولی مسئله همانگیه. همانگیه با سکتور خصوصی و دخیل ساختن مردم و سکتور خصوصی در خدمات عامه. اداره محلی هرات می گوید بعد از انتقادهای ساکنان هرات از سکتور خصوصی در زمینه ساخت چوک ها، طرح همکاری سکتور خصوصی با شهرداری در این مورد متوقف شده است. به گفته سخنگوی والی هرات، از این پس تمام نماها در چوک‌های شهر با همکاری و تایید اداره شهرسازی این ولایت ساخته خواهد شد. مشارکت سکتور خصوصی در راستای ما رابطه ها در چوک ها و چرایی ها یک طرحی بود که قبلاً در سطح هرات روی دست گرفته شد و بعد از اینکه یک دو بنا تکمیل شد متاسفانه مشکلات خود داشت، انتقادات شهروندا، فعالین مدنی و فرهنگیار در پی داشت. به همین مبنا بود که این طرح حالا متوقف شده. هدایت جدی مقام ولایت هرات به تمام ادارات ای هست تا وقتی ساخت و سازها با روحیه قوانین موجود و حاکم در افغانستان و همچنین روحیه معماری اصیل سنتی، مثلا در یک ساحه تاریخی وقتی شما یک بنای عظیم الجثه کانگریتی بسازید، خود طبیعتاً نه مورد قبول مردم از شهروندان است و نه هم همزمان در مغایرت با قوانین و مقررات حفظ آبادیات تاریخی قرار دارد. هرات از جمله شهرهای تاریخی در کشور است و انتظار می رود تمام ساخت و سازها به خصوص نماها در چوک های این شهر با در نظر داشت قوانین شهرسازی و مسکن در کشور ساخته شود.